با درود به همه بیننده عزیزم آجین هستم باش خودتون خوش اومدین امروز میخوایم با هم گلوکوز مایه خانگی درست کنیم بسیار آسون و راحته و راحت تو توی منزل تهیهش کنید و اگه تا به الان عضو این استگرام و تلگرام هم نشدین پایین همین ویدیو تو قسمت توضیح لینک‌هاشو رو براتون قرار دادم حتما عضو بشین و به اشتراک گذاشتم فراموش نکنید خب میریم که با هم درست کردن گلوکز مایه رو شروع کنیم مثل همیشه یادتون نره کانال هم رو سابسکرایب کنید زنگوله بغلش رو کلیک کنید تا زودتر از همیشه ویدیوهایی که داخل کانال قرار میدم رو تماشا کنید برای شروع کار داخل یه قابلمه استیل دو پیمان شکر و سه چهارم پیمان آب رو که داریم میریزیم و میذاریم روی حرارت که حرارت باید متوسط رو به پایین باشه به شما نباید هم بزنیم تا آب به جوش بیاد و شکر تو این آب حل بشه همونطور که میدونین گلوکوز مایع برای درست کردن کیک و شیرنی، باقلوا، سوهان، گز، حتی شهد زولبیا بامیه هم استفاده میشه. و خیلیامون ایران نیستیم و پیدا کردن گلوکوز مایع کار سختیه. امروز من این ویدیو رو درست کردم تا بهتون بگم که توی منزل راحت میتونین گلوکوز مایه رو درست کنید و زمانی که خواستین شیرنی یا شهدی درست کنید میتونید ازش استفاده کنید خب ما منتظر میمونیم تا شکر حل بشه و آب به جوش بیاد خب حدود 10 تا 12 دقیقه گذشته و همونطور که داریم میبینین شکر حل شده بعد از اینکه شکر حل شد شما میتونید مایتون رو هم بزنید و هیچ مشکلی نیستش از زمانی که این مایه به جوش میاد 8 دقیقه باید زمان بگیرید تا بگذره و حرارت باید همچنان کم باشه خب بعد از زمان 8 دقیقه مقدار نصف قاشق غذاخوری آب لیمو ترش داریم که تو این مرحله اضافه میکنیم و مایمون رو مخلوط میکنیم و باید این مایه رو روی حرارت باشه به مدت 10 دقیقه بعد از زمان ده دقیقه ادامه کار رو با هم میبینیم خب بعد از زمان ده دقیقه داخل یک کاسه ای از آب شیر که باید سرد باشه پر میکنیم و حالا باید یه قاشق از این مایه رو داخل آب سرد بریزیم و وقتی داخل آب میریزیم باید با انگشتمون همش بزنیم ببینید همونطور که داریم میبینین هنوز گلوکوز ما آماده نشده و داخل آب حل میشه باید بذاریم دو تا سه دقیقه دیگه, دیگه بگذره و دوباره امتحان کنیم باید دو تا نکته رو توجه کنید برای درست کردن گلوکوز باید یه مقدار صبر و تحمل داشته باشین زمان بسیار کمی میبره درست کردنش ولی باید کمی صبر و حوصله داشته باشین حرارت باید کم باشه و حتما باید به تایمایی که میگم دقت کنید خب بعد از زمان سه دقیقه دوباره یه تست دیگه میریم ببینیم که گلوکوز ما آماده شده یا نه همچنان توی آب وا میره و شکل خودش رو حفظ نکرده دوباره میذاریم دو تا سه دقیقه دیگه بگذره دوباره یه تست دیگه میریم تو هر مرحله حتما باید آب سرد رو عوض کنید ببینید اگر بتونید ببینید داخل کاسه رو صورتی که دارین میبینین میشه در واقع گلوکوز ما الان آماده است و باید زیر حرارت رو خاموش کنیم خب تایمی که بهتون گفتم بعد از اینکه این, مایه به جوش میاد 15 تا 20 دقیقه گلوکوز آماده است امکان داره دو تا سه دقیقه بالا و پایین باشه این تایم که هیچ موردی نداره خب ما زیر حرارت رو خاموش میکنیم و میذاریم مایمون خنک بشه بعد داخل یه ظرفی میریزیمش و پایان کار رو با هم میبینیم خب بیننده ای عزیز ما گلوکوز مایمون آماده شد تقدیم شما مثل همیشه و دیدین که چقدر راحت توی منزل میتونید گلوکز رو درست کنید داخل یه شیشه ای می میتونید بریزین درب شیشه رو ببندین داخل کابینت نگهداری کنید و زمانی که خواستین استفاده کنین اگر گلوکوزتون کمی سفت بود میتونید از طریق بخار غیر مستقیم یا به مدت پنج تا 10 ثانیه با حرارت پایین تو مایکروویو قرار بدین و استفاده کنید حالا برای شیرنی یا شهدی که نیاز دارین و همین دستور عملی که بهتون امروز آموزش دادم درستش کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید میشم که نظراتتون رو بخونم مرسی که تا به اینجای این ویدیو با من بودین هر جا که هستید پر از آرامش باشین تا یه برنامه دیگه بدرود